سلام رفقا حالتون چطوره وقتتون خیر. خب امروز میخوایم راجع به یه سری از رازها صحبت بکنیم که سرمایه شما رو حفظ میکنه و باعث میشه شما توی ترید کردن سرمایه‌تون رو از دست ندید یه سری مسائل هست پیرو بحث روانشناسی مارکت و بحث خودشناسی و مدیریت سرمایه که من دونه دونه اینا رو میگم خدمتتون خیلی خوبه که اینا رو بتونین برای خودتون نوت کنید در بگیرید و اتفاقاتی که داره میفته توی مارکت رو تو همون لحظه رو خودتون تست بگیرید حالا رو حساب دمو یا روی اعداد خیلی کوچیک یعنی مثلا حجم کوچیک ببینید رو ما یکی از مسائلمون که باعث میشه سرمایه‌مون رو از دست بدیم توی ترید به این شکل هستش که یه سری کارهای تکراری غلط رو انجام میدیم خب این کارهای غلط تکراری چیه مثلا اینکه توی نواحی درست خرید و فروش نمیزنیم یعنی چی یعنی استراتژی درستی نداریم توی اون نقاط که میخوایم وارد چیم ورود و خروجمون به موقع نیست و نمیدونیم استاپ کجا بذاریم تیپی رو کجا بذاریم کجا ریسک فری بکنیم و اتفاقات این شکلی برای اینکه این مسئله براتون پیش نیاد خب قبلا یه سری ویدیو ریکورد کردیم و شما میتونید برید اونها رو ببینید مدل ریسک فری کردن رو مثلا برای اینکه بخواید توی اعداد درست وارد چید فرقی نمیکنه سل بای رو هر اسطی نواهی درستش رو باید پیدا بکنید نواهی درست رو برای ورود و خروج استاب و تیپی چی بهتون میده؟ استراتژیتون. وقتی استراتژی درستی داشته باشین توی اون استراتژی خبره شده باشین بهترین نواهی رو انتخاب میکنین بهترین اعداد رو برای ورود و خروجتون انتخاب میکنین و طبیعتا آسیب خیلی خیلی پایینی میبینید و نرمالش اینه که بالاخره از 100 تا ترید 10 تا استاپ 90 تاش نه 60 40 نه 50 50 دیگه از این دیگه بعدتر اگه قراره که شما میریتتون زیر 60 بیاد اصلا به درد نمیخوره اگر میبینید که دارید ترید میکنید و وین ریتتون در ماه نه در یک روز نمیرسه به 60 درصد یه جای کار میلنگ اولین کاری که میکنید بعد بر برید بر بر سراغ استراتژیتون برید بررسی کنید ببینید ایراد اون پروسه چیه که شما نمیتونید اعداد مناسبی رو برای بر بر دا... ورود یا خروجتون پیدا بکنید حسابی تو اون موضوع حرفه بشید این اولین نکته است رها نکنید یک ما دو ماه سه ماه شما چیزی یاد نمیگیرید که بقیه اعضایی که دارم توی این مارکت کار میکنن بلد نباشم خیلیشون خیلی حرفه خیلی از اون چیزی هستند که شماها دارید الان کار میکنید خب این راجع به استراتژی راجبه به بحث روانشناسی مارکت ببینید ما توی کل ای که داره اتفاق میفته توی مارکت یک سری اعدادی داریم که مناسب خریدن یعنی یک استی یک نمادی یک سیمبولی جفت ارز طلا نمیدونم اما اقسام کامودیتی ها کریپتوکارنسی و هر چیزی دیگه حتی شاخص ها یک سری از اعداد برای ما مناسبن برای خرید یعنی چی یعنی اعداد پایینی هستن خب اگر شما توی ترید کردناتون همین اصل ساده رو نظر بگیرید چه اتفاق میفته یهو نمیرید توی سقف بای بگیرید البته جاهایی هم واقعا تو سخت نیازه که بای بگیرید ولی اصالتا اصولا این کار صحیح نیست و ریسک زیادی رو باید بپذیرید سوایتون به خطر میفته خب حالا میرید سراغ پروسه بعدی خودتون خود شما مهمترین چیزی هستید که تون رو حفظ میکنه خب عزیزان من تو این شرایط که شما دارید می‌بینید مارکت انقدر حرکت های مختلف میکنه استراتژیتون باید فیکس شده باشه میزان ریسک بریواردتون باید رعایت شده باشه که مثلا وقتی که داره استاپ میخوره یک سوم یک چهارم یک پنجم یا حالا هر چیز دیگه که شما دارین تو بهترین نقطه وارد میشید حتی یک به X هم میتونید وارد چید و اینوستاتون رو با سود ببندید خب ما باید بریم سراغ این که روانشناسی که داره راجع به شخص شما صحبت میکنه اون خودشناسی کار کردن خودتون اون چی میگه؟ میگه که عزیز من شما وقتی که میخوای ترید کنی وقتی که میخوای وارد پوزیشنشی تردید کن راجع به هر چیزی دقت کن دونه به دونه نواهی رو دقت کن دونه به دونه تمام تایم فریم ها رو نگاه بکن نگاه کن چه نشونه های کندلی داره به شما میده و پیشینه ی مارکت رو هم بررسی کن اینا رازهایی که همش تو دست شماست فقط باید یادتون باشه که دونه بدونش رو به رو رعایت کنید و حواستون باشه که هیچ کدومش حتی توی یک تریدتون هم فراموش نشه خب وقتی که ما میبینیم که مثلا ده تا دونه این ویس امروز داشتیم سه تاش چهار تاش استاب خورد استاب همون بنابر اون پروسه مدیریت سرمایه باید یک میزانی داشته باشه دیگه یک به سه چهار پنج اوکی؟ یعنی شما اگر یک به سه یا یک به چهار هم استاب خورده باشین میشه به یه دونه اینوستتون اوکی حالا وقتی همچین پرسه شکل گرفت که شما سه یا چهار تا استاپ خوردین چی کار باید بکنید این همون بحث روانشناسی شخص تریدره چی کار باید بکنه باید بشینه اون سه چار تا ترید گذشتهش رو بررسی بکنه ببینه چه اتفاقی افتاده اشتباهش کجا بوده و بره نگاه بکنه قبلیهایی که انجام داده اون روز با همین تفکر با همین روش آیا اصلا ترید درستی بوده یا اینکه نه کلا یک اعدادی رو دیده یک سیگنالی رو گرفته و یا تا چیز دیگه که میتونه خیلی راحت کارتون رو کنه پس بهترین کاری که میکنید اینه که دونه به دونه نکات چک لیستتون رو برای خودتون تیک بزنید با خیال راحت بریم سراغ تریدتون تمام تردیدها اتفاق افتاد تردیدها یعنی چی همون چک لیستی که شما اینجا دارید و دونه به دونه من این کارو کردم او کردم اینو چک کردم بله چک کردم این الان شکستش اتفاق افتاده بله افتاده تاییدیه داده بله داده الان ساعت مناسب برای ترید هست بله هست همه اینها آخریش می‌دونی چیه آیا حالم خوب هست برای ترید خستم نمیدونم رویم خوب نیست یا توی جایی هستم اصلا مناسب ترید نیست همه اینها بعد میگرده به اینکه شما چه شکلی دونه به دونه اینها رو رعایت کنید و به سمت جلو پیش برید برای هر تریدتون نکته آخری که میخوام بهتون بگم برای اینکه سرمایتتون حفظ بشه اینه که مدل ترید کردن رو و استاپ و تیپی خب یه بخش جدا داره که آموزشش داده میشه یا داده شده توسط دوستان حالا الان ما میخوایم چیکار کنیم ما میخوایم بیایم بگیم که چه شکلی باش برخورد بکنه ببینید مثال میزنم شما پنج صدم مثلا یورو یو رو سل گرفتید شیش صدم چار فرق نمیکنه یک به سه ریوارد دارید یک به چهار ریوارد دارید خب وقتی به پنجاه درصد اون میزان رسید با خیال راحت میاید و اون 50 درصد حجمتون رو کم میکنید پارشل اگزیت میکنید و تمام اوکی حالا نکته چیه نکته اینه که شما باید اینو در نظر بگیرید که ادامه مسیری که قرار اتفاق بیفته باید استاپتون بیاد زیر نقطه ورود یا بالای نقطه ورود اگر خرید دارید بالای نقطه ورود اگر فروش دارید زیر نقطه ورود چه اتفاقی میفته شما به هیچ عنوان ضرر نخواهید کرد و طبیعتا شکل و شمایل این مدل ترید کردن اگر شما باز هم قرار باشه که تو این مارکت حالا بچانسی بیارید و تریدتون اوکی نباشه نهایت اتفاق اینه که میاد ریسکوری شما رو میزنه و خارج میشین ازش هیچ آسیبی به اون تریدتون نمیرسه نصفش هم گرفتید اوکی؟ خب نکته آخری که باید بهتون بگم چی عزیزانم یکی از دلایلی که خیلی از شما عزیزان دادید دست و پا میزنید به نظرم با اینکه پول در بیارید میدونم همه آدم ها پول دوست دارن و بخواد زودش برسن ولی این روکتر رو بهتون بگم این مارکت مارکتی این نیستش که شما یه شبه پول ازش در بیارید یک ماه پول در بیارید بگید من یه شبه تا یک ماه این کارو میکنم تمام نه اتفاقی که برای شما میفته اینه که ممکنه که یک حجم بالای وارد چید بدون محاسبه یه مانی منیجمنت و ریسک منیجمنتتون اون حجم بالا شما رو اگر رفتید سمت استاب شما رو دوچار دگرگونی و به همریختگی بکنه چه اتفاقی میفته؟ شما بگید به من به هم میریزید دیگه نمیدونید چی کار کنید استرس دارید یه لحظه فکر میکنید که هج کنید یه لحظه میگید که یه سله دیگه بگیرم یه لحظه ب... مثلا یه یه دیگه بگیرم حجم اضافه بکنم ببینید هر استراتژی که دارید بهش پایبند باشید مدیریت سرمایه‌تون رو بهش پایبند باشید ریسک به ریوارد رو پایبند باشید این مانی منیجمنتی که در روش حرف میزنیم یک مدیریت ریسک پوزیشن هم داره به اون هم پایبند باشید و سعی کنید خورد 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 از این مارکت پول در چون همیشه هست 24 ساعته خود داره کار میکنه داره حرکت میکنه و شما میتونید تو نواحی مختلف برای خودتون وارد بشید هر جای مطمئن یعنی حفظ و سرمایه حجم مناسب حفظ سرمایه اگر شما روحیاتتون و چکلیستتون تعییدی نداشته باشه اون دیگه مدیریت نداره اون رازه نیست پس حواستون باشه ما تنها کاری که میخوایم بکنیم تو مارکت اینه که به خودمون قول بدیم اون چکلیستمون رو دونه به دونه تیک بزنیم برای هر ترید انگار که یک شخصی یک مدیری یک رئیسی بالای سر شما ایستاده و از شما میخواد بپرسه که این ترید رو برای چی زدی به فکر کردید اون موقع میتونید بهش بگید همینطوری اینجا سل گرفتم همینجوری اینجا بای گرفتم اینجا شکلش طوری بود که اینو زدم گفتم شاید بره تو سود شاید بره تو زرد همه اینها حجمتون حالا اون بحث ریسک بری واردتون که پوزیشن تی پی هم میشه بحث زمان ورودتون و تک تک جزئیاتی که توی تریدتون مهمه فکر کنید قرار آخر ما برای تک تک پوزیشن هایی که باز کردید و هر تریدی که اتفاق افتاده پاسخگو باشید خدا رو شکر این شغل این بازار مالی همیشه شما رو آزاد گذاشته که نیازی به کسی پاسخ بدین اما یه باشه به خودتون باید پاسخ بدید این اون راز نهفته موفقیت شماست هر وقت خودتون رو به چالش کشیدید و با خودتون وارد اون موقع میتونید موفق توی این مارکت حضور داشته باشید سرمایهتون حفظ بشه و رو به صعود باشه امیدوارم که این جلسه و این برنامه براتون مفید بوده باشه لطفا یادداشت برداری کنید اگر نکردید از ابتدا ببینید و بیاین برای خودتون اون دیسیپلین یک تریدر رو حتما حتما رعایت کنید مرسی از اینکه همراه من بودید تا جلسه بعدی خدا نگهدارت